دوستانو لکټنګ مش مخ کې تاسو ولنن به موږ تاسو د غاښونو په هودل باندې خبرې کوو چې کوم غاښونه د انسان لپاره کله چې د انسان غاښونه وزي به یې هغه موثر او ګټور تمامېدل شي د غاښونو ډولونه بیخي ډېر دي چې مثال څو ډوله غاښونه هودل کې همدارنګه د غاښ په اړه عمومي بحث کوو چې غاښ څومره حیاتي عضو دی د انسان په بدن کې که چیرې مثال د دې سره بې فکري وشي یا ښه ساتنه یې ونیشي کومې ستونزې به راپېښولی شي او یوه ډېره مهمه مسله دوستانو دا ده چې ځینې غاښونه پرته له دې چې مثال سړی بې فکري ورڅه کېږي ښه ساتنه نه کوي خو بیا هم خرابېږي علت یې څه شی کېدلی شي آیا موږ ور د ډاکټر صاحب نه داسې اورېدلي وو هغه وویل چې کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي که د هغې وخت نه د هغه پولیک اسید یا نور هغه څه شي د کلسیم په اړوندېږي هغه ښه مور وانخلي نو کله چې ماشوم د نړۍ ته راځي همغه ده چې دی به بیا په راتلونکي کې د غاښو له ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي په همدې تړاو را سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب نورالله حمیدي د غاښونو او اوریو د برخې متخصص میلمه دی چې ښه راغلاست ورته یم ډاکټر صاحب سلام مش سهار مو په خیر سلام سلام خدمت شما خدمت همکارای عزیز و بینندای محترم ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب غاښونه د انسان په بدن کې څومره اهمیت لري په اهمیت به لومړی خبر راڅخه مثال دغه عضو به څومره حیاتي ده د انسان په بدن کې همی قسم که هر عضو به بدن خداوند به حکمت پیدا نکرده همی قسم دندان ها هم از اهمیت خود برخوردار است که اینا وظایف و اهمیت های مختلف داره از آن جمله و از حساب عظمیت اینا بسیار کمک میکنن یعنی در حساب هضم رول اول هم دندان ها دارن که چرا از این طریق اینا کمک میشه به سیستم هضمی و اهمیت از اینا در زیبایی است چون کسی که یک دندان نداشته باشه شما اگر به چهره از اون نگاه کنین خیلی اول هم دندان ها جلوان میشه دندانش هم میبینین رحمت زیاد زیبایی خیلی زیاد است در جویدن است در تکلم است یعنی آیاتی و زواده بله خب عرب شد اکثر صاحب در غاخون و ستونز و مشکلات هتا آیا کم ستونز دی کم لامل ندی چه غاخون لامن زوری او غاخون دیتا آماده کی یا دیت چمتکی شرای غاخو باسی یا پستلا دکری نوری مرحله پی استعمال کی یعنی کم لامل ندی چه غاخون لامن زوری خرابی عوامل زیاد سبب از دست رفتن دندان ها میشه از آن جمله یکی ازی است که حفظ صحی صحیح داشته باشیم کسایی که حفظ صحی درست مراعات نمیکنن و این نتیجه را گرفتن که دندانشون زودتر از دست رفته و کسایی که مواد قندی استفاده میکنن مواد شیرین و کسایی هستن که از مواد عذاب و از مواد غذایی استفاده میکنن که آبی فلوراید نیست و اون کسایی که زودتر دندانای خود را دست میتن که اینا هر شش ماه به نزد دکتر صاحبای دندان مراجعه نمیکنن و حساب دزداندن دندان زیادتر پوسیدگی رول داره که پوسیدگی اگر حفظ صحی جوف دهن مراد شود دندان ها روز دو وقت برد شود یک وقت نخ دندان کشیده شود و یک وقت هم اینا از دهن شوی استفاده کنن انشاءالله اینا جلوگیری میکنن از دزدادن دندان ایرسی تلاوی تومر مهم و ده مثال مزرین دکتر سبان وی کلا چه مور ماشوم پا گیده کیوی اگه پورا پولی کسید یا کلسیم ترلاسانه کی آیا راتلن که ماشوم چه کلا نرائی تراوڑی دی غی غاخون با دی جوان پا وگدو که خرابی دو سر مخوی یا مثال که ازن ما این دیده شد دی دو کلو پوری شده ماشوم تنور کیوی شاید غاخون لمن زرلا شده خبری تومر قد ترلود لش ارسیت در همه قسم که در دیگه اعضای بدن رول داره در قسمت دندان هم رول داره و کسایی که از فومیلا دندان هایشان ضعیف است اینا اطفالشان هم همه قسم دندان های اینا ضعیف به وجود میاد و یا میخواین که اطفالشان دندان هایشان ضعیف به وجود نبیاد و دندان های اینا دایده از دست نره اینا کوشش کنن که پیش از حمل نزد دکترهای دندان مراجعه کنن و بعد از حمل هم اینا که میخواست خواستن عمل گرفتن اینا از مواد های مفید ویتامینا از مواد غذایی یعنی در رول درلود لشی دیر خیلی بسیار خوب اینا میتونن از این مواد استفاده کنن و که اطفالشان مصاب ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب اوس به راشو د غاښونو ایښودلو ته دغه غاښونه کله چې مثال موږ او تاسو ایږدو څو ډوله ایښودل کېږي په کوم عمر کې ایښودل کېږي په دې اړه لږ معلومات راکړئ دندان ها خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی در طبابت دندان ها شیوه های گوناگون میشه که کدام کسی که اگر دست یک دست دندان خود از دست داده میشه اون دندان از دست داده ایزی به طور مختلف و شیوه های مختلف اعاده شوه که از آن جمله گذشته ها از دندان های ریموویبل یا از دندان های قالبی استفاده میکردن کسی که یک دست دندان خود از دست میداد باز بر از او دندان جور میکردن تر گذاشته و برداشته شوه و طبابت پیشرفت کرد و به جزی باز برجوا ساخته شد که دندانی که از دست میرفت دو دندان اطراف از او
تراشیده میشد و از او پوش می ساختن و از استفاده می کردن. و خوشبختانه حالا اگر کسی یک دست دندان و یا چند دندان خود از دست داده باشه و به شیوه دائمی بر از او غرس میکنن بدون از اینکه صدمه برسه به دندان های اطراف آن، همون دندانی که از دست رفته همون دندان اعاده میشه بسیار به طور خوب و بدون درد و بدون ضرر میتونن از او استفاده کنن. چقدر تاور دید بسیار خوب. اینا فواید از زیاد است چون به دندان های اطرافش صدمه را وارد نمیکنه و می دندان به شکل خوب و وجه احسن میتونه. دکتر صاحب مثال که تو غواړی چې دغه تاسو یادونه وکړه چې دغه غاښونه یعنی د پیچو غاښونه کیږي دایمي غاښونه کیږي که یو غاښ له ځام څخه وباسي کړن دی ولو سره یې وباسي، آیا بیا د دې امکان شته دی چې بل غاښ پې کیښودل شي که نه؟ د غاښ چې خراب شوی دی هغه ولې یا هغه ریښې په ځامه کې شته دي په مغز ریښو کې یږدی که نه؟ مثال داسې غاښونه شته دي چې ځینې ډاکټر صاحبان وباسي او غاښ له ریښو سره وباسي، په دې اړه که لږ معلومات ماته راکوئ تاسو په کوم ډول کې غاښونه بیږدی؟ امی خوب است که کدام دندانی که خراب میشه او دندان کشیده شوه، دندانی که ریشه میشه بعد نمی پکه زامه کنه، ریشه در صورت یک اگر امکان جور شدنش باشه میشه ریشه تداوی شوه و در زمانی که ریشه امکان تداوی نداره تداوی نمیشه امکان از این نیست که دکتر صاحب مشوره میتن که باید کشیده شوه. این دندان کشیده شوه خوبتر است چون اگه دندان پوسیده ای که در داخل دهن مانده مثل که یک مثل یک سیب است، یک سیب گندیده که داخل یک سبد مانده شد و اطراف خود هم سیبای دیگر هم مثلا به پوسیدگی میکنه خراب میسازه. می دندان هم به قسم است اگر یک دندان پوسیده یا یک ریشه باقی مانده در جوف دهن باشه این میتونه صدمه وارد کنه به دیگر دندان ها چون کشیده شوه و اگر ریشش تداوی امکان داشت تداوی میشه، نشد باز این کشیده میشه و ایمپلنت که حالا شیوی نوسته غرس میشه همو دندان اعاده میکنه وظایفش بله. کله چې د غاښ کیښودل شي که نه ډاکټر صاحب څومره وخت وروسته کولی شي مثال یو کس پرې ډوډۍ وخوري یا تر کومه حد وخته پرې کولی شي احتیاط پرې وکړي؟ آیا مثال دغه غاښ چې کله کیښودل شي کولی شي چې مثال مڼه یا دغه شی پرې وخوري؟ کله معلومات ته ورکړئ مثال څومره قوي غاښونه دي نسبه اصلي غاښونو سره یې فرق چی دی؟ ایمپلنت ها خوشبختانه با دندانهای دایمی هیچ فرقی ندارن، امو توانایی یا مو زیبایی یا مو کار کرد یا مو فانکشنال امو تکلمی که با توسط دندان های دایمی به دست می آید توسط دندان های ایمپلنت شده می آید. ایمپلنت خوشبختانه یکی از شیوه های خوبتر در بخش دندان پزشکی است که می تانه امو وظیفه دندان دایمی را اراده کنه. که تو در پیچی غاکونه ایدی تو مرا ورز ورسته بیا کواه شیروری پیوکره احتیاط و سر وکی کنه کنه ایت مشکل نشتره؟ خوی اینا یک زمان وقت کار دارن، اینا با دو شیوه هستن، یکی با شیوه است که زودتر کسی یکی از جوان ها یا کسی که درسان ها کار میکنن یا میخواین دندانشان از دست رفته میخواین زودتر دندانشان ایداش ایاده شد و ایمپلنت ها با دو رقم هست، یکیش با ایمپلنت هایی است که عاجل است مثلا با در جریان 3 هفته میشه از او استفاده کنه، اونا در ترکیب خود مواد دارن که از موی استفاده میشه که اینا زود با امروی استخوان استنتگریشن انجام بدن سبب جوشش با استخوان کنن که یعنی میادش کم میسازن و کسایی که ایمپلنت های عادی استفاده میکنن ایمپلنت های عادی باز زمانگیر هستن مدت 6 ماه وقت میگیره که امرای استخوانی تطابق کنه و از این باز استفاده شده. خوشبا گمش که باید احتیاط وکی کنن لیر سخت شان باید پیوه نخوری؟ در جوریان 6 ماه اینا احتیاط کامل میکنن، احتیاط زیاد از اینا در جریان یکی 2 هفته اول است که اون وقتی که ایمپلنت غرس میشه بالای بیره خیاطه میشه این پیچ ایمپلنت امو ریشش داخل استخوان جاگزین میشه، در 2 هفته است 1 هفته اول اینا بسیار احتیاط کنن که اون سایه التهاب نشه و خیاطه باز نشه. بعد از اوی که قسمت خارجی یا پوش ایمپلنت ساخته میشه اون اخیا میتونن که عادی غذا بخورن و مهم هغه پیش دی چې هغه ته په وری کې خښیږي. مننه ډاکټر صاحب. که چیرې مثال دغه ایمپلنت غاښونه موږ او تاسو اوږدو دغه پیچ تاسو یادونه وکړه په وری کې چې کیښودل کیږي دا د وخت په تیریدو سره مثال التهابي کیږي یا مثال نورې ناروغۍ منځته راوړي یا نه، یا په اصطلاح د وخت تیریدو سره لکیږي سستیږي که نه؟ په دې اړه لږ معلومات. خوشبختانه ایمپلنت هم قسم که دندان های دائمی کار میده ایمپلنت هم کار میده. ایمپلنت در صورت که ما شما مثل که دندان های دائمی را حفاظت میکنیم و درست پاک میکنیم و متوجهش هستیم، اگر از ایمپلنت هم مراقبت حفاظت صورت بگیره ایمپلنت هم مثل دندان های دائمی کار میده و یک چیز اساسی ایمپلنتی است که ایمپلنت ها مثل دندان های طبیعی هیچ وقت دچار پوسیدگی و یا حساسیت نمیشن.
وقتی که ما از اینا خوب مراقبت کنیم مانند دندانای دائمی برای همیشه بر طول عمر کار میتن. خپل ایمپلانت غاښونه څومره عمر لري په ټول کې څومره وخت کار کولی شي؟ همی قسم که دندانای دائمی کار میکنه خوشبختانه می دندانای ایمپلانت شده هم به می زمان یعنی طول عمر این از اینا زیادتر است نسبت به دیگه شیوهی که دندانا جاگزین میشد. همی قسم که اگر دندانای دائمی کار میتن طول عمر دارن طول عمر دندانای ایمپلانت شده هم قسم است. یک دندان ایمپلانت شده میتونه که در حدود 15 الی 20 سال کار بده. ډاکټر صاحب کچیر مثال دغه ایمپلانت غاښونه چې موږ تاسو به یو د پیچی غاښونه د یو ماتی هغه بیا د دوم ځل لپاره چول کېدلی شي مثال بل غاښ یا د غاښ چې کله موږ تاسو ګټو د ایست موږ تاسو ایستلی شو په اسانۍ پر راحت سره بیرته کېدلی شو. بل ای دندونه ایمپلانت یکی از مو خوبی های زیانی است که یا هیچ وقت نمشکنن. ای قدر اینا امروی استخوان جوش میخورن محکم میشن که یا به وقتی که ما ایرا خودم رو خواسته باشیم دکترای دندان که خارج کنیم همون وقت هم میره ما به شیوه آسان تا جراحی نکنیم خارج نمیشه. او قسمت های تاج دندان یا مو سر دندان که پوش دندان است که هم شکل دندان است که ساخته میشه میشه اونو کدام وقت باعث لق شوند لقیت پیدا کنن اونو پس دوباره اعاده میشن ساخته میشن مشکل نداره. و او دندانایی که ایمپلانت خدا نخواسته کدام وقت فیل میشه یا از دست میره که خوشبختانه ایمپلانت ها قدر فیل ندارن یعنی 97% یا سازگاری دارن نتیجه دادن که در 100 مریض 97 مریض میتونه که از ایمپلانت بسیار به شیوه خوب استفاده کنه و در وجود از این نتیجه بتواند با وجود تطابق کنه و 3% هم که باز اگه خدا نخواسته فیل میشه و از دست میره باز میشه دوباره ډېره مننه ډاکټر صاحب. دغه غاښونه چې موږ تاسو اوس یادونه وکړه چې د یو که په ټوله کې داسې ووایئ چې څومره یې نتیجه ورکړې ده دغې ټکنالوژۍ په افغانستان کې مثال تاسو ته څومره مریضان راځي او کله چې مثال تاسو د غاښونه ورته کې بېرته مو د هغې څخه په اصطلاح هغه ریسرچ کړی دی چې څومره یې نتیجه ورکړې ده څومره ته یو مریض خوښ دی دغه غاښونه؟ نتیجه قسمی که بیشتر براتون یادآور شدم این 98% الی 97% نتیجه دادن یعنی موفق است سیستم. این سیستمی است که وجود با این تطابق میکنه فیصدی خیلی بالایی داره از سایر تداوی ها کرده این تداوی بهتر است یعنی یک تداوی عالی است میتونن هر کس استفاده کنن اشخاصی که مشکلات دارن مثلا اگر کسی تشویش داره من شکر دارم نمیتونم از ایمپلانت استفاده کرده اگر شکر از اینجا در کنترل بیایم میتونن از ایمپلانت استفاده کنن. همین قسم که نتیجه به سایر افراد ایمپلانت میته برای زمین کسایی که دچار امراض سیستمیک هستن یا امراض قلبی دارن یا کسایی هستند که دیابت رنج میبرند اینا مگر با چیزشون تداویشون در کنترل باشه میتونن از این استفاده کنن یعنی موافقت از این 97 الی 98% است. خیر دکتر صاحب کپټوله کې بحثم راټول کو وی چې کچری د غاښونو موږ تاسو دو مخکې تاسو یادونه که باید دینه ساتنه وشي او یو بله مسله هم ډېره مهمه ده چې نړۍ په کچه باندې طب پرمختګ کړی ورځ تر بلې د پرمختګ په حالت کې دی دا کوم غاښونه چې تاسو یږدی د نړیوال سیستم باندې برابر دي که کوم مثال په نړۍ په کچه کې چې کوم مواد د غاښو لپاره استعمالېږي یا کوم وسایل استعمالېږي هغه دلته په افغانستان کې شته دي که نه دلته لاسرسی ورته کېږي او که خوشبختانه با کوشش و زحمات و دستاوردهایی که دکتر صاحبای خود ما و شما در وطن و در کشور ما در افغانستان دارن این به مسایر به تکنولوژی های امروز جهان است یعنی برابری میکنه به تکنولوژی هایی که امروز میتونن از در ایران استفاده کنند در پاکستان یا در ترکیه و امریکا همون خوشبختانه در اینجا قابل دسترس هست دکتر صاحب ما میتونن از استفاده کنند و بسیار خوب. قیمتونه پاره کرا تا وایش قیمتونه څنګه دی موږ افغانان زور ورته رسیږي او کنه یو غاک قیمت څوره دی پیچی یا د ایمپلانت غاک؟ یک چیز را که قابل یادآور شم که یک یگانه مشکل ایمپلانت ها می است که یک ذره از این از نیاز زیادتر است اگر از این از نیاز کم شوه و دکتر صاحب ها یک کمه که همکاری کنن و هم شرکت هایی که تولید میکنن اونا یک کمی چیز از تخفیف بیارن دیگه از این میتونن کم اگه استفاده کنن. یو وقت قیمت سوری را کسی ویله شید؟ او قیمت ها فرق میکنه خو اینجا نخواد متوسط مثال متوسطش همی ایمپلانت ها در حدود 400 الی 500 دلار حالا در اینجا یو دانه میشه یک دانه اینجا تمام میشه 500 دلار یک
بیشتر به شیوه خوب ایمپلان میشه که مثال که تقریبا ټول غاښونه یک دې خبره خو نور است 350 ډالر ته څنګه بزرگتر یک مشکل چیز است که کسی اگه کل دندانای خود از دست داده باشه باز بر از اونها نمیشه که کل دندانای زور ایمپلان کنی مثلا اگر در فرق پایین 16 دندان فک پایین 16 تا بالا نمیشه که ما 16 ایمپلانت برازیا کنیم چون یکی از اینا زیاد می هم باز از خاطر که از اینا نزد از اینا کم به به خاطر عادت نمودن دندانای از دست رفته از یا مثلا اگه کل فک یا دندانای پایین خود یا از بالای خود دست دادن باز میشه که 8 دندان 8 ایمپلانت بالا برشان ایمپلانت کنیم 8 دندان پایین سر از این باز پشت ساخته میشه میتونن هم 16 دندان خود از دست دادن دیرم آنه نکام دکتر سوی پیغام متده هیوادوال تتوائی لره بیره بلیوک گفتنی ما برای هموطنا و دیزایی است که اگر می خواهند به درد دندان یا باعث از این نشند که دندان خود از دست بتن روزانه دو وقت دندان خود برس کنند یک وقت نخ دندان بکشند و از دهند شوی استفاده کنند و توصیه مدی است که برشان که از امی چوبک دندان از هیچ وقت استفاده نکنین که یک چیز عام از هر جایی که شما از خود بعد بخوان در رستوران تک بریم بالای میز شان از اون ماندگی است که خلال دندان یا چوبک دندان که از استفاده کنین از بجای از اون چوبک یا نخ دندان شما میتونین از نخ دندان استفاده کنین آقا نخونم چی پا درملتونو که پلورلکی یا به استاندار ویز ما پم اور نخای دندان مخصوص از دنتال فلاس که است نخای است که ترکیب خود مون دارن عادی تار نش که ولای کنه چه استفاده او کی او دندانای تارای عادی باز سبب آسیب رساندن به دندان میشه دندانا را از بین میبره ډیر من نکوم ډاکټر صاحب نور الله حمیدی چې موږ سره خبرو کې ګډون وکړو تاسو چار کې بریا او ژوندای اوسئ ښه اوسئ